همچنین برتری دادن عباس ابن علی ابن ابی طالب رضی الله عنهم اجمعین بر پیامبر یوسف علیه السلام یکی دیگر از عقاید مخالف با قرآن می باشد، در صورتی که ابوالفضل العباس حتی از زمره ائمه معصومین دوازدهگانه شیعه نیز نمی باشد. و همان گونه که در آیه سابق مشاهده نمودید، مقام و منزلت انبیاء نزد الله بالاتر از تمامی مخلوقات می باشد، ولی ائمه علیهم السلام که شیعیان برخلاف قرآن مقام آنها را از انبیای الهی والاتر می دانند، حتی نام یکی از آنها نیز در قرآن ذکر نگردیده است، حالان که الله متعال نه تنها نام بیش از 25 پیامبر خود را در قرآن ذکر نموده، بلکه به دعوت و زندگی و شرح حال آنها نیز به تفصیل پرداخته و ایمان به تمامی آنها را از ارکان و اصول دین اسلام قرار داده است. اما در کجای قرآن الله نامهای امامان را ذکر نموده و ایمان به آنها را واجب و اصول دین قرار داده است؟ این سؤالی است که هر برادر شیعی منصف باید در آن بیندیشد و برای آن جوابی قانع کننده بیابد. آمن الرسول بما پیامبر الله بدان چه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است و مؤمنان همگی به الله و فرشتگان و کتابها و پیامبرانش ایمان آوردند و گفتند میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمی گذاریم و گفتند شنیدیم و گردن نهادیم، پروردگارا آمرزش تو را خواست داریم و فرجام به سوی تو است. این روزخان بزرگترین انواع کفر را که همانا کفر در ربوبیت می باشد و حتی کفار قریش بنابر فرموده الله متعال به این نوع کفر مبتلا نبودند را با این گفته خود بیان می کند. یا حسین، انت المالک و انا المملوک. قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. بگو کسانی را که غیر از الله معبود میپندارید بخوانید، آنها به اندازه ذره‌ای در آسمان‌ها و زمین مالک نیستند و نه در آنها شریکند و نه یاور الله در آفرینش بودند.
تمام این آیات اشاره به غیر الله دارند و این آیات شامل همه چیز و همه کس می شوند، خواه پیامبری و خواه انسان صالحی و یا فرشته‌ای باشد. در طول تاریخ بشریت غلو در حق صالحان و بزرگان مهمترین عامل گمراهی و وقوع مردم در شرک بوده است. حال چگونه امام حسین رضی الله عنه را مالک می دانند در صورتی که الله متعال امام حسین و خود آنها و آسمانها و زمین همگی را خلق کرده است. به کوری دو چشم اهل سنت فقط حیدر امیر شنیدم از لب ساغر شنیدم از سر منبر که گفتن بهر سرمستی و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا و لنصبرن و چرا بر الله توکل نکنیم حال آن که ما را به راه‌های سعادت راهنمایی کرده است و حتما بر اذیت و آزارتان صبر خواهیم نمود و توکل کنندگان باید فقط بر الله توکل کنند. اگر گردد جدا این سر از این جسم و از این پیکر بگویم مرد و مردانه توکل بگو الله اکبر جونم قربون حیدر همه بلده در دنیا زدم دنیا علی بود به عقبا سر زدم عقبا علی بود به مسجد رفتم از بحر بادند بنا و بانی و بنا. این شخص حاج محمود کریمی یکی از معروفترین مداحان ایران است. به سخنان کفرآمیز او توجه فرمایید. صاحب جاه و جلال اول فضل هو شدید المحال اول فضل هو سریع الحساب اول فضل هو شدید العقاب اول فضل عنده حسن الثواب اول فضل عنده ام الكتاب اول فضل کاشف کل کروب اول فضل انیس کل قلوب عالم کل غیوب اول فضل ساتر کل عیوب امام اول فضل ساتر کل عیوب امام اول فضل ذکر خدای جلیل امام اول فضل امان للخائفین امام
سریخ و مستسرخی آقا عبر مالک کل زمین آقا عبر فضله مفرج المهموم آقا عبر فضله منفس المهموم آقا عبر فضله یا ناصر المظلوم. چگونه تمام صفات الله متعال را به ابوالفضل نسبت می‌دهند در حالی که تمام این صفات مخصوص الله است؟ آیا اینها کفر و شرک نیستند؟ آیا کفر و شرکی بالاتر از